خانم عزیز سلطنه در گرم و گرم تحقیقات برای پیدا کردن جسد شوهرش ناگهان عاشق شازده استولو میرزا شده بود و شازده که به جرم قتل دوست علی خان در چنگ نایب تیمور خان مفتش تأمینات اسیر بود به ضمانت خانم عزیز سلطنه آزاد شد و شبانه به خانه او رفت. دوست علی خان که خودش به دلیل رابطش با طاهره زن شیرعلی قصاب در مطب دکتر ناصرالحکما پنهان بود، به تحریک آقا جان که میخواست رسوایی تازه‌ای راه بندازه تصمیم به قتل شازده استولو میرزا گرفت و شازده که جان خودش رو در خطر میدید شبانه از چنگ او فرار کرد. دایی جان با تمام قوا برای فرار از دامی که آقا جان در راه او پهن کرده بود تلاش میکرد و شازده استولو میرزا دور از چشم همه به خانه شیرعلی قصاب پناه برده بود. میخوام پدر برای بچه ها دقیقه بابا میخوام چی کار کنم برو برو سلامت برو مشتری شو گیر میاد نکنه کیه باید کنه برای چاق سلامت برای سیم برای سالم من هرچی مزاهمه نه نه کلب اصلا سیب زمینی کیلو چنده سلام علیکم خوشی الحمدلله شکر خدا بعد نیست الحمدلله پختم از گرما نوبت ما دارم نوبتون بچه هست نوبت خانمو بو چطوری منش خاصه؟ الحمدلله ای محمد این منش خاصه ما چی کار داره؟ میاد اینجا بس میشینه که مشت ما رو بگیره به ما میگه که تو به ما میگه تو کم میذاری خبر نداری که ما خودمون مشت همه عالم و همه عالم رو میگیریم ببینم تو میری خونه مردم نون ببری یا میری مچ بگیری بابا خواهد مشت ما رو بگیره حالا بگو ببینم امروز مچ کیو گرفتی محمد تعریف کن بابا امروز صبح اولی صبح یه مشتی گرفتم که اگه شیرعلی قصاب بشنوه خون را میفته برد تباس خون را میفته نه بابا کجا صبح شیرعلی گفت دوتا نون بدیم در خونش این یارو شازده هست همون یارو اصلا میرزا قومقی چه ارباب اینا خیلی خوب کجا بود چی کجا بود جریان موجگیری رو میگم دیگه اینم دوتا خوش باشیم بسن اون یارو در خونه سید زود برگرد اصلا اینا میرزایه زود باش
خیلی خوبی. گشنم نوبت ما کی میشه؟ سب کن بابا جون، نوبت تو هم میشه. تو ایوون نشسته بود پای وسط سماور، داشت جایی میخورد بطن شیرعلی. جایی میخوردم دیدم. همون یارو شازدهه؟ ببین چشم خودم دیدم جون تو برزت عباس. پسر مباده یه وقت خرشی به شیرعلی چیزی بگی یا پوست تو میکنه. نه مگه بچه تو نیکی؟ خلاصه حواست جمع باشه. از ما گفتم بود ما حواستمون جمعه. تو مبازه باش دست تو نسیدونی. مباده به شیرعلی بگی، اگه بهش بگی با ساتور دو شقت میکنه. با مگه ما گوسفندی؟ پسر باز که تو نیشت بازه. گفتم این نونو ببر خونه سید. قد یه جونو بیا نونو ایفا بینه. ایفا شنیدی؟ همین تا پای سر مردم ریگ میشنه. والا بابام جان دروغ شده تا قبل. ما که باش خیر. کجا مگه نون نمیبری؟ نه بابام جان، امروز آقا سپردن نان سنگک. نون تافتومه دهن آقا تو مزه نمیکنه؟ ملغم داغه مرهم سینه در اسم داغه شلغم داغه مرهم سینه ترم ماتش بازه تی بزن مش قصه. والا آقا دروغ شد. ما امروز گوش نمیبریم. میخواستیم ببینیم یه آقای اسدالله میرزای ما رو شما این طرف ها ندیدیم. شانس آوردی ما تابه کرده دیگه کسی رو با ساتل شقه نکنه. نکنه لفته در خونه ما. که بهت گفته بود بری در خونه ما؟ زود باش حرف بزن. والا ما با پای خودمان که نرفتیم که. حکی بهت گفته. والا آقا دروغ شد تا قبل. این یارو خمیر گیره. همیشه درست نه در لقت بکت میره. وای بابام هی بوده میره. شیرعلی نهارم دیر شد الان بچه میان. حالا یه وقتی یکی دو ماه پیش وسط صحبت آقا بلا نسبت یه صدای مشکوک از یک شخص مجهول صادر شده. از اون وقت حالا روزگار همه ما سیاه شده. واقعا که آبروریزی از این بدتر نمیشه. من که دیگه خسته شدم. شما بخوام داداش یه چیزی بگو. اینا واسه ما آبرو نذاشتن، بچه شدن. من دیروز رفتم باز با داداش کلی حرفمون شد. آخه منم هزار جور گرفتاری دارم. خواهر آخه تو هم یه چیزی به این شوهرت بگو. خان داداش زبونم مو در آورد. چقدر التماس کنم، چقدر قربون صدقش بدم؟ قربون صدقه فایده ای نداره خان. از چیکار از این بالاتر که امروز صبح بهش گفتم اگه آشتی نکنن تریاک میخورم خودمو میکشم. الهی خدا منو از رو زمین برداره. اونهاش اومد. کجایی بابا این همه وقت؟ اصلا من نمیخواستم بیام، فقط به خاطر شما اومدم. من دیگه با این خانواده کاری ندارم، اومدم همینو بگم و برم. باز دیگه چه خبر شده دوست علی؟ میخواستین چی بشه خانم؟ پرده گوشم پاره شد. دیشب اومدم از دست این اسدالله بیناموز پیش آقا شکایت بکنم، چک میذاره تو گوش من. ده آخه تو هم پیله میکنی دوست علی. والا به خدا امروز صبح عزیز خانم اومد پیش من، قسم آیه که این حرفا تمومش ساختگی و تهمته. دیشب وقتی شما میرین خونه خیلی پیشترش اسدالله میرزا رفته بوده. یه دروغ میگه افریته. نخیر خانوم، شبی که این آقا دنبال الواتیشون گم و گور شده بودن برادر بنده فداکاری میکنه. بله فداکاری میکنه آقای محترم. اسدالله رفته بوده مواظب ناموس شما باشه. اگه زن شما بهتون دست نمیده چرا روی برادر من چماق میکشه؟ حالا نوبت شما دوتا است آقایون. من دیگه جونم به لبم رسیده. باید تکلیف خودم رو با این خانواده روشن کنم. همین فردا میرم مستاجر میارم، خونم رو اجاره میدم به عرازل اوباش محله. شما هم دیواری از دیوار من کوتاه‌تر پیدا نکردین؟ لازم نکرده بیاین اینجا. چرا نمیرین خونه اون مرد خبیث متحسن بشین؟ لابد وقت نداره، لابد گرفتاری نقشه شیطونی دیگه است. هیچ میدونین دوست علی رو اون خبیث پیدا کرده فرستاده تو خونه که آشوب بپا کنه؟ اصلا هیچ خبر دارین که اسدالله بیچاره از دیشب تا حالا از ترس اون خبیث رفته قایم شده؟
اون خبیث از یه طرف تو خونه آشوب به پا میکنه، از طرف دیگه میره بیخ گوش اون قیاس آبادی معاون مفتش میخونه که دوستالی رو اسدالله کشته. گیرش آورده بودم میکشتمش. ساکت! به جای اینکه بیاین اینجا با من اتمام حجت بکنین، اینجا متأسف بشین، برین اسدالله رو پیدا کنین. پیداش کردیم، ما پیداش کردیم، پیداش کردیم، ما پیداش کردیم آقا، ما پیداش کردیم، پیداش کردیم. تو چی میگی قاسم؟ بگیم آقا. حرف بزن دیگه، بگو. والا آقا دروغ چرا؟ تا قبل ما رفته بودیم نان بخریم، این خمیرگیره که باهاش قهریم، میگفت صبح که نان برده در خانه آقای شیرعلی، از لای در دیده که آقای اسدالله میرزا اونجا چی؟ با چی؟ کجا؟ تو بی شرم چشم داریده بی همه چی؟ ساکت! بذاریم میبینم چی میگه؟ این شاگرد نونوا مطمئن بوده؟ تو نرفتی ببینی راست میگه یا نه؟ خدا نصیب تو نکنه آقا، ما رفتیم در دکان شیرعلی که ببرسیم راستی یا نه. خب بی پدر تا اسم آقای اسدالله میرزا را شنید، یک نعره ای زد که پنداری گاو میش نعره میزن. گفت کی به تو گفتی؟ ما هیچ بهش نگفتیم. که بی پدر باران و گوسفند دنبال ما کرد. ما آقا از ترس ما بهش گفتیم. والا آقا دروغ چرا؟ تا قبر این خمیرگیره گفت. دو تا پا داشتیم، نمیدانیم دو تا پای دیگه هم از کجا قرض کردیم، به دو آمدیم خانه. وا مصیبتا، حالا لابد رفته سراغ خمیرگیر بیچاره. نه خانم، بعدش خمیرگیر رو توی کوچه درختی دیدیم، گفتیم طرفای دکان شیرعلی آفتابی نشه. حالا ما با خمیرگیر صحبت کردیم، یه وقت خیال نکنیم میخواییم باش آشتی کنیم. آقا یه فکری بکنیم، یه نفر باید به این پسره احمق بگه از خونه شیرعلی بیاد بیرون. آبروی چند ساله خانواده رو این اسدالله بیشعور داره میریزه. یه شازده محترم بره خونه یه قصاب. واقعا من نامردم، نامردم اگه این مردی که چشم دریده رو نکشم. این دزد ناموس. برو آخا ساکت. ناموس تو که طوری نشده، برای ناموس شیرعلی قصاب داری جوش میزنی؟ من برای آبروی فامیلمون جوش میزنم، برای آبروی محله. یک نفر از خانواده ما تو خونه یک قصاب، یک فرد از مظاهر اشرافیت این مملکت تو خونه شیرعلی، اونم با یک زن جوون. اگه همون دیشب پیداش کرده بودم، بی همه چیز، بی آبرو. بس آقا، بس دیگه، اینقدر به برادر من توهین نکنین. اون از دست شما رفته منزل یک قصاب متحسن شده. بنده پیشنهاد میکنم که یه هیئتی داوطلب بشن، برن با اسدالله مذاکره کنن، نگرانیشو از بابت این آقا رفع کنن، شاید از تحسن خارج بشه. من میرم آقا، یه تفنگ بدین آقا، من میرم. من میرم خان داداش. ساکت، تو لازم نیست بری. شما میگی برید منزل، من خودم میرم. شما خوب نیست برین خان داداش. اتفاقا بسیار خوبه، چون باید یک آدم بی طرف و بی نظر بره. خان داداش، در شأن شما نیست که خونه یه قصاب بره. گفتم که باید یک آدم بی طرف و بی نظر بره. بیا قاسم. بله آقا. بیا خونه شیرعلی رو به من نشون بده، بیافت جلو. تا خودش بر نگشته من باید حرفام رو با این اسدالله نفهم بزنم. خدا بیامرز مرحوم رکن الدین میرزام، سر پیری با این بچه پس انداختنش آبروی یک خانواده رو برد.
اونم از دختر باغبونش. خواهش میکنم کاری به کار مرده ها نداشته باشین. چی کار به کار مرحوم پدر من داریم؟ مرده ها به کار ما کار دارن، فقط میتونن زنده ها رو بندازن تو گرفتاری. اگه مرحوم ابویتون انقدر بند شلوار شل نبود و این شازده اسدالله میرزا رو پس نمینداخت، آسمون به زمین میومد. اگه این گرگ به جون زن بچه مردم نمینداخت، دنیا به آخر میرسید. خواهش میکنم آقای دوستعلی خان، شما دیگه از بند شلوار شل صحبت نفرمایید. خانم از سلطنه کارد آشپزخونه رو برای بریدن سنبل بنده آورده بودن تو رخت خواب. برو آقا. خدا حافظ شما. عافیت باشید. سلام علیکم آقا. علیکم السلام. التماس دعا. محتاج دعا. آقا. بله چی میگی؟ از این طرف بفرمایید. خانم در رو وا کنین. شما کی هستین؟ چی کار دارین؟ خانم آقای شیرعلی منزل تشریف دارن؟ نه نیستش، رفته در دکون. خانم خواهش میکنم به اسدالله میرزا بگین بیاد دم در. کی؟ ما همچین کسی اینجا نداریم. جانم بهش بگین بیاد دم در. آقا چند مرتبه بگم ما همچین کسی اینجا نداریم. اگه با شیرعلی کار دارین برین در دکون. خانم جون خواهش میکنم گوش کنین، ما میدونیم که اسدالله اینجا قایم شده. بله. موضوع مهمیه. بله. اگه نیاد به ضررش تموم. بله. میشه. بله. پای مرگ و زندگیش. بله. در میونه. بهشان بگین نترسن، ما هواشانو داریم. بیا کارت دارم. کی آخه؟ سب کن اومدم. هر کیه بگو نیست. بگو من نیستم. از قوم و خویشاتونم. قوم و خویشم من نیستم. نیستم. نمیدونی کیه؟ نمیدونی. مومنت. با من چی کار دارین؟ از جون من چی میخواین؟ خودشان هم اسدالله در وا کن، میخوام با هات حرف بزنم. مومنت آقا شما هستین؟ حال شما چطور آقا؟ از مرحمت شما آقا حالشان خوش نیست. ده بچه رو در وانه میکنی اسدالله؟ جرأت نمی کنم آقا، من تأمین جانی ندارم، جون من در خطره. اون قاتل دیوسیرت در به در داره دنبال من میگرده که منو بکشه. اسدالله تو بی خود میترسی، بهت قول میدم سوء تفاهمی بوده که تموم شده. بله. دوست علی هم. بله. به من قول داده که اصلا دنبال نکنه و فراموش. بله. کنه. مومنت مومنت، شما قول این نرخر وحشی رو قبول میکنین؟ اسدالله من به تو قول شرف میدم. آقا من میترسم، اول اون نرخر وحشی رو بندازین زندون. اسدالله من میگم درو وا کن، به تو امر میکنم. آقا من نمیخوام از دستور شما سرپیچی کنم، اما چی کار کنم؟ جونم در خطره. میدونم که از دست این نرخر وحشی راه نجاتی ندارم. من با مرگ فقط یک قدم فاصله دارم. چند ساعت دیگه بیشتر زنده نیستم. به تمام قوم خیشا بگین هر بدی هر خوبی از من دیدن منو حلال کنن. به دادا شمسلی بگین وصیت نامه‌مو می‌نویسم میدم دست شیرعلی. آقا پنداری مار یه جاشو رو زد. آقای اسدالله میرزاده رو باز کنید. اسدالله بیشو زود باش در رو کن. باز کنید آقای اسدالله میرزا. چرا رحم ندارین؟ شما اگه قیافه منو ببینید نمیشناسید. از وحشت مرگ یک شبه 20 سال پیر شدم.
به برادرم، به شمسلی بگی دیدار ما و قیامت. بهش بگی لازم نیست انتقام منو بگیره. من دیگه خسته شدم. خودم یه فکری کردم که زحمت دوست علی کم بشه. من با تریای خودم رو میکشم که اون مادر مرده رو نندازم زندون. مرده شورون قیافت ببره، مرده شورون قیافه خودت و برادرت ببره. بی ناموسا قاسم بیا بریم. بیا چی شد خانداداش؟ با هر زبونی که فکر کنین باهاش حرف زدم، راضی نشد که نشد. خانداداش نمیشه همینجوری ولش کرد اونجا که. تنها راه بیرون آوردنش اینه که بفرستیم عقب شیرعلی قصاب، بهش بگیم موندن اسدالله تو خونه اون صلاح نیست، مردم حرف در میارن. بله بله، اینم بد فکری نیست. کی جرأت داره به شیرعلی چیزی بگه؟ من آقا، من؟ شما بفرستین شیرعلی بیاد اینجا، من بهش میگم. تو؟ بله من؟ من فرستادم دنبال شیرعلی، حالا که اومد تو بهش بگم. بله، بله. من بهش بگم؟ چی شد قاسم؟ کو شیرعلی؟ قربان مشیت خدا بریم، هیچ کاری تو این دنیا بی عقوبت نمیمانه. چی شده قاسم؟ والا آقا دروغ چرا تا قبر دکانش بسته بود، دعوا کرده بود. شیرعلی دعوا کرده؟ با کی دعوا کرده؟ والا راستش خمیرگیر به شاطر گفته که آقای اسدالله میرزا تو خانه آقای شیرعلیه. شاطرم یک متلکی بار آقای شیرعلی میکنه، آقای شیرعلی هم باران و گوسفند میزنن پس کله خمیرگیر شاطر قش میکنه. خمیرگیر میبرن مریض خانه، آجنام حالا شیرعلی رو بردن کمیسری. کمیسری؟ شیرعلی رو بردن کمیسری؟ نفهمیدی تا کی نگرش میدن؟ اگه شیرعلی زندونی بشه شاید 10 روز 20 روز 6 ماه اون تو نگرش دارن. آقا یه فکری بکنین، یه خاکی به سرمون بریزین. حالا چه خبر شده؟ چرا انقدر عربده میکشی؟ شیرعلی حالا انقدر عزیز شده؟ وای چه مکافات یه اینه داره ای تامینات. شکایت بکنی تو درد سری، رضایت بدی تو درد سری. نمیدونین چه جونی کندم تا این نایب تیمورخان الدنگ پرونده رو خوابون. شیرعلی قصابو گرفتن؟ چه بهتر، مردشور خودشو ببره با اون گوشتای گندیده. حواست کجاست؟ آخه اون دزد ناموس تو خونه شیرعلیه، اون شازده بی همه چی. چی؟ اسدالله؟ اون زنی که سنیت هم اونجاست؟ اون زنی که سریته بچه رو گول زده، شکارش کرده. شما هم تو گرفتی نشستین؟ اسدالله تو خونه شیرعلی قصاب اسیر شده، شما هیچ کاری نمی کنی؟ اگه اون زنی که بی سر پا چیز خارش کرده باشه چی؟ خانم عصبانی نشین، من الان خودم از خونه شیرعلی دارم میام، از پشت در با اسدالله صحبت کردم، نیومد بیرون که نیومد. هرچه التماس کردم، هرچه فریاد زدم. چرا؟ چی میگفت؟ چه میدونم، مزخرف، مهمل. میگه من از دوست علی میترسم، جرأت ندارم بیرون بیام. چی؟ دوست علی؟ دوست علی ساگه کی باشه دست رو نبا عموی من دراز بکنه؟ من خودم باید برم، باید برم ببینم تو خونه شیرعلی چی کار میکنه. این زنی که با اون ریخت قناسش پسره رو جادو کرده، حتما جادو کرده و الا اونجا نمیمون. حتما خودشم دلش میخواد جادوش بکنن. چرا حرف زیادی میزنین؟ آخه ممکنه یه بلایی سرش بیاره. خانم راست میگن، ما صدای آقای اسدالله خان از پشت در شنیدیم، مثل صدای بچه بود، میلرزید، خیلی حالشان ناجور بود، پنداری حسبه گرفته بودن، صدا از گلوشان در نمیامد، پنداری سرشان تو پوزه پلنگ گیر کرده بود. خدا منو مرگ بده، ببین جوان مردم به چه روزی افتاده. آخه شماها قماخیشین. عزیز خانم، من یک کلمه حرف بهش بزنم میاد بیرون، این از شماها محبت ندیده. خب که به حرفتون گوش کنم. پس منم میام بهش بگم که از گناهش گذشتم. اگه بیای قلم پاتو میشکنم. اون بچه سایی زاد بطوره بشنوه زهنش. عزیز خانم، یه وقت بهش نگین که شیرعلی رو بردن زندونا، دیگه هیچ جوری نمیشه از اون خونه آوردش بیرون.
اگه بفهمه دیگه محال از اونجا تکون بخوره. را بیا بچه. یه بگو نیست. کیه؟ کیه؟ بگی نستولا یه دقیقه بیاد دم در. بیا باز اومدن با تو کار دارم. دارم به جهنم نمیذارن که. از جون من چی میخوای شما؟ من از این خونه بیرون نمیام. من میترسم میترسم بیام بیرون. اسی جون در رو واکن، من باهات دو کلمه حرف بزنم. من تأمین جانی ندارم. تو هم فرار کن تا دوستالی نایمده. گفتم در رو واز کن. دوستالی غلط میکنه دست روی تو بلند کنه. من از گناه دوستالی گذشتم، اونم از گناه ما گذشته. اصلا بیا ببرم ات صورت همدیگه رو ماچ کنی. عزیز جون میترسم. من میدونم که دوستری الان پشت دیوار قایم شده، خنجرشو تو مشتش گرفته که فرو کنه تو قلب من. تو لای در رو باز کن، ببین که دوستری اینجا نیست. قربونت برم، اصلا ببین پیش مردم صورت خوشی داره تو با زن مردم توی خونه تنها باشی. مامد الحمدلله که اینجور وصلا به من و طاهره نمیچسبه. شیرالی مثل برادر منه. زن و بچه شیرعلی مثل زن و بچه خود من هستن. بذار شیرعلی برگرده، زن و بچه شو هم تحویلش بدم، من بعد میام بیرون. استولا شیرعلی نیست که برگرده، دعوا کرده بردنش کمیستری. وای خدای بزرگ، پس شیرعلی رفته زندون جان. نه نه غیر ممکنه، محال. من دیگه پام از این خونه بیرون بذارم. حالا دیگه ممکن نیست. محال. من وظیفه دارم. اخلاق وشتون استالله. مرگ من، بیا بیرون، نظر من جلوی چشم مردم خیت بشم. عیز خانم جون، من حاضرم جونمه به خاطر شما بدم، اما شیرعلی زن و بچهش سپرده دست من. شیرعلی که بچه نداره. جدی میگی؟ نداری؟ نه. زنش که هست، خب مثل بچه هست، تفلک داره مثل ابر بهار اشک میریزه. خیال نکنی از زیر چادر صورتشو میبینم. جون عیز خانم از صدای حقیق گریش میفهمم. آخه چه جوری اینو بذارم برم؟ آخه چه جوری بذارم برم؟ میگه من تنها میمونم، بی سرپرست میشم. اگه من اون شوهر بی غیرت نرخرشو گیر بیارم به عزاش میشونم. خیلی خوب، نیا بیرون. ولی من میدونم این زنی که یه سلیته که با جادو و جنبل تو رو چیز خورد کرده. حالش میکنم. بیه من سرپرست تو هم. بله خب اگه این طوره پس دیگه چاره ای نیست. مرحمت عالی زیاد. معاون کمیسری میگه به هیچ وجه من الوجوه نمیتونه. میخواستی بهشون بگی موقتا آزادش کنم؟ ای بابا، گفت نمیشه. میگن تا وضع مزاجی خمیرگیر روشن نشه نمیتونن شیرعلی رو آزادش بکنن. این زن که ای سلیته اصلا رو جادو کرده، و ایلا اصلا آدمی نبود که رو حرف من حرف بزنه. باید بفرستیم دنبال آقای خراسونی، بیان یه قلیاب سرکه ضد جادو بپاشن در خونه شیرعلی. با بکنیم این کارو. جادو یعنی چی؟ این مهملات دیگه چیه؟ این مرتیکه نرخر مونده اونجا که یه دستی سر گوش زن شیرعلی بکشه. اصلا زنای حسابی رو میذاره دست سر گوش اون زن که ایفری بکشه.
بار بینم. اینقدر از این دزد بی چشم رو دفاع نکنین. برادر تو باشه، نوه عموی تو باشه. بس آقا اینقدر مزخرف نگو. اون یه دزد ناموسه، اون یه دزد خانم، حضرت والا 16 میرزا یه دزد ناموسه. دوستانی همچین میزنم تو پوزت که دندونات بریزه تو دهنتا. تو وقتی به نوه عموی من فوش میدی انگار به خود من فوش میدی. شما ها چرا نمیری خونه خودتون دعوا کنین؟ من چه گناهی کردم که باید این مزخرفاتو بشنوم؟ اسدالله اینقدر خونه شیرعلی بمونه که علف زیر پاش سبز بشه. به شما چه مربوطه؟ شما قیم اسدالله هستی؟ دشمن جون منین یا وکیل شیرعلی؟ خان داداش استدعا میکنم، شما دیگه عصبانی نشین، آروم باشین. ما اومدیم اینجا اومدین که چه کنین؟ چی از جون من میخواین؟ خان داداش استدعا کردیم که شما عصبانی نشین، ما اومدیم که اختلافای گذشته رو حل بکنیم. حالا یه موضوع مهمتری پیش اومده، حالا حیثیت و آبروی خانواده در خطره. هر طوری هست باید اسدالله از خونه شیرعلی بیاد بیرون. من کاری میکنم اسدالله بیاد بیرون تا خیال همه تون راحت بشه. خونه مادرزن شیرعلی همین نزدیکیه، من میرم اونجا میگم بره پیش دخترش که تنها نباشه تا اون خرس از زندون آزاد بشه. بنده پیشنهاد میکنم که ما یه سری بریم عیادت خمیرگیر، میگن ضربه به سرش خورده، شاید ضربه کاری نبوده، شاید خودشو زده به موش مردگی که از شیرعلی انتقام بگیره. اگه اینجوری باشه میتونیم با یه وعده هایی رضایت اونو جلب کنیم که از شکایتش صرف نظر کنه، بلکه شیرعلی همین امروز آزاد بشه. بنده با این موقعیتم پاشم برم عیادت خمیرگیر که بیاد رضایت بده از قصاب؟ شما رو عرض نکردم، یکی از ما، مثلا یکی از خودمون دیگه. مشقاسم چطوره؟ حرف درستیه، منطقیه، در شان خانواده ما نیست که عیادت یه خمیرگیر بریم. مشقاسم بره خیلی بهتره. من که سردر نمیارم، اصلا چه لزومی داره که شیرعلی آزاد بشه؟ هیچی آقا، همینطوری چشمش گوشه میخواست با لاشه گوسفند نزنه تو سر مردم. این آدم همه این محله رو عاجز کرده، همه از دستش به سطوح اومدن. حالا هم که دولت یه دفعه تصمیم گرفته مجازاتش کنه، شما ها چرا دخالت میکنین؟ ما کاری به شیرعلی نداریم، ما فکر آبروی خانواده خودمون هستیم. شیرعلی دندش نرم چشمش کور تو زندون بپوسه، ما فکر اسدالله هستیم. 16 اسدالله میرزا تو خونه شیرعلی قصاب. فردا کیروش میشه تو چشم اهل این محل نگاه کنه. مگه دفعه اوله که اسدالله هل میخورید خونه مردم؟ مگه دفعه اوله که رفته خونه شیرعلی؟ اصلا آقایون هر کار دلتون میخواد بکنین، اون شما، اینم قاسم، بفرستینش برید خونه بقال، رزاد، عطار، هر جهنمی دارید تو میخواد بفرستین. آقایون حالا که خانداداش اجازه فرمودن بهتر معطل نشین، بودو مشقاسم، بودو. برو بابا جون، برو سراغ این خمیرگیر، با پول هر جوری هست راضیش کن که از شکایت خودش صرف نظر کنه. برو جونم، برو. این کار اشکال داره. چه اشکالی؟ تشریف بیارین. والا آقا دروغ چرا، تا قبر خمیرگیر رو ما یک ساعت پیش دیدیم، سرشو بسته بودن داشتن میبردنش منزل. پس حالی زیاد بد نیست. نه زیاد. اما چیزی که هست، ما 10-12 روزه با این خمیرگیر قهریم. قهری؟ یعنی چی؟ آن دفعه آقا خاطرشان میاد یه تیکه گونی توی نان بود، ما با خمیرگیر دعوامو شد، با سنگ ترازو جسارت زد به اینجامان که دلمان از حال رفت. ما با زنبیل خوباندیم تو سرش، آمدن جدامان کردن. ما از آن روز تا حالا باش قهریم. قهر یعنی چی؟ قهر یعنی قهر. بله. آدم گندهی مثل تو که قهر نمی کنه. قهر به جسه نیست. تازه مگه آقا با شوهرخوارشان قهر نیستن؟ مزخرف نگو. والا آقا ما شارگمونو بزنین توف تو صورت این خمیرگیر نمیندازیم، چه برسه بریم نازشو بکشیم. مشقاسم دست بردار بابا جون. ما قیاس آبادی ها زیر بار این بیناموسی ها نمیریم. ما یه وقت یه همشهری داشتیم، مال خود قیاس آباد هم نبود. نمیخوای برین نرو، قصه نگو، مردشو خودتو ببرن و همشهری تو. چطور آقا، شما آبرو داریم ما نداریم؟ قاسم
من به تو فرمون میدم که این مأموریت رو انجام بدی. همونطور که تو میدون جنگ به تو فرمون میدادم، اینجا هم فرمون میدم. فکر کن ما تو میدان جنگ کازرون هستیم. چشم. خدا فرق روزگار رو ببین. اون موقع به ما فرمان میدادیم بریم جنگ با انگلیسیا، حالا باید بریم سراغ خمیرگیر. خاطر ما میاد گرما گرم جنگ کازرون بود، ما تفنگ گرفته بودیم دستمون. ساکت قاسم. چشم. فرمانده به تو دستور میده. چشم. سلام. سلام. خب چی شد عزیز خانم؟ ها؟ مادر زن شیرعلی رفت پیش دخترش یا نه؟ اونم گور مرگش رفته قوم. شازده استول میرزا در خانه شیرعلی قصاب جا خوش کرده بود و بیرون آوردن او محال به نظر میرسید. دایی جان ناپلون در کمال ناامیدی بود و آقا جان در تمام جبهه ها جنگ رو برده بود. خونه به این خوبی دیگه گیر نیاورد. بله آفتابگیر هست. یس یس. What a lovely house Isadora has found for us. خانم میگویی چه کوپ منزلی پیدا کردی برای ما Isadora. خانم خیلی لطف. Isadora مرد کوپ من در ایران شناختی. حالا کجا؟ والا چند روز گرفتارن. رفتن ده. Oh look how nice. Hello kids. Hello. Oh, look at these kids. Ah. Hello. Hello. Bye bye. Why have all these kids gathered here? چی میگه؟ کنم میپرسی بچه ها جمع شدید چرا اینجا؟ چیزی نیست، اهل محل خارجی ندیدن تفلی ها. اکسکیوز می ببخشین. Come on, they're sweet. شما مامانی همه به شما نگاه کرد. The local people have seen very few foreigners, so they have all gathered to watch you. The house is lovely, of course, if the rent is not too high. کنم میگویی منزل خیلی خوب، اگر گران نباشی اجاره. به خانم بگین اجارش اصلا مهم نیست. کی اسباب کشی میکنین انشالله. He says the rent is not too high. Could we move in tomorrow then? فردا خوب؟ اشکال نداری فردا اسباب آوردی اینجا؟ نه خیر، منزل جدید مبارک. Oh, thank you. خوش دلت با اون داداشه. برو پیکاره. آقا، آقا. عمر، مشقاسم عمر. بله. چی شد؟ چی شد ماشقاسم؟ چی شد؟ والا آقا دروغ چرا تا قبل ما با خودش که زدیم برادرش صدا زدیم در خب بهش... بگو چی شد؟ هی رفت آمد هی رفت آمد آخرش هم هیچی نشد. چطور؟ هیچی نشد؟ والا برادر خمیرگیر میگه شیرعلی باید بیاد جلوی همه کاسبای محل دست خمیرگیر ماچ کنه تا رضایت بده. این بی چشم رو بازم تو خونه شیرعلی بود. خیلی خب تو اگه میتونی برو بیارش بیرون. Ha ha ha!
اومدم دستتون رو ببوسم و عذر بخوام. منو ببخشید. شما اگه تا خودتون خوب باشید، ما همیشه آشتی کنار باشید. لیلی چیه؟ آقا جون و دایی جون با هم آشتی کردن. جانمی آقا من فکر نمی کردم امروز یه اتفاقی افتاد که وجود منو منقلب کرد. به یکی از رجال سرشناس برخوردم. وقتی صحبت از آقا شد حرفایی زد که باور کنین من یه دفعه تکون خوردم. میگفت شما باز افتخار کنین که همچین آدمی توی خانوادتون هست. داشتم برای شازده از شما میگفتم. امروز تصادفاً به یکی از دوستان قدیمی شما برخوردم. نمیدونین با چه هیجانی از شما حرف میزد. میگفت از میجر ساکسون که زمان جنگ اول سالها توی این مملکت ماموریت داشته شنیده که اگر شما نبودین خیلی چیزا توی مملکت به این صورت حالا نبود. اگر مبارزات شما، اگر وطن پرستی شما نبود، انگلیس ها چه کارا که نکرده بودم. میگفت زمانی که شما در جنوب با اشرار میجنگیدین انگلیس ها حاضر بودن 1,000,000 لیره بدن که شما رو نابود کنن. همین آدم از مبارزات شما با طرفداران استبداد تعریف میکرد. میگفت اگه ایشون نبودن اصلا مشروط هم نبود. راستی ببینم اسمش چی بود؟ اسمشو معذرت میخوام، نمیتونم بگم. نیست که حرفای میجر ساکسونو به من گفته، براش خطر داره. خودتون بهتر میدونین که انگلیسا در مورد مسائل سری رحم ندارن. میفهمم میفهمم، به خصوص الان که جنگ به این بزرگی رو شروع کردن. هیتلر هر شب داره بمب رو سرشون میریزه. از قدیم گفتن ما زیر آب میمانه. ما و آقا میدانیم که آقا چه بلاها سر انگلیسی آوردن. همین الان هم آقا رو بذارن بابای انگلیسی ها رو در میاره. من یکی راست احساس غرور و افتخار میکنم. بله روسیام که بین ما سوء تفاهمی شده بود روزگار درس تازه‌ای به من داد. اینا بازم رفتن تو خیالات خودشون. خان داداش از این تعریف ها خوششون میاد. حالا که آشتی کردن بذار بگم. یه چیز دیگه، همین آدم میگفت که اگه انگلیس ها این روزا گرفتار جنگ با هیتلر نبودن محال بود از سر آقا وردارن. میگفت در تمام مشرق زمین اگر کسی به نقشه های انگلیس ها لطمه زده باشه فقط آقا بودن. میگفت از دهن خود میجر ساکسون شنیده که فقط از دست دو نفر به عذاب اومدن، یکی آقا در جنگ بین الملل اول، یکی هم هیتلر تو همین جنگی که دارن. بله حالا یه فکری هم راجع به اسدالله بکنین. تا کی میخواد تو خونه اون قصابه بی سر و پای گردن گلو بمونه؟ دوست علی ادبم خوب چیزیه، مگه نمیبینی آقا دارن حرف میزنن؟ بله میفرمودین. همون اواسط جنگ اول بود که انگلیس ها این میجر ساکسون رو فرستادنش به ایران. آقا این بابا همان بلند قدنی که با شمشیر بهش حمله کردین چشم چپشم چپ بود؟ قاسم این شخصی که فرمودین تازگی ها میجر ساکسون رو دیده؟ بله همین دو سه ماه قبل تو استانبول. گویا از قاهره اومده بوده که یه جایی بره. یه دفعه انشالله معذورات که رفع بشه باز منزل دعوتش کنم تا از زبون خودش بشنوین که راجب شما چیا گفته. البته معذرت میخوام، بد و بیرام زیاد گفته ها. حتی گفته شما به سیاست های دیگم بستگی دارین. اگه غیر از این میگفت عجیب بود. البته قیافه این میجر ساکسون من خوب به خاطرم نمیاد. همان بلند قده بود که یک روز تو خیابان چراغ برق دیدیم. شما خاطرتان نیست، ما به شما گفتیم که این انگلیسی ها با اون چشم چپش چرا اینقدر چپ چپ به شما نگاه میکنه. ما همون موقع گفتیم که پنداری نه قاسم نه، باز چه داری مزخرف میگی؟ خب شاید اونم یکی از ایادی همونا بوده.
حالا همون فرنگی هم که تو میگی قیافش خوب به خاطرم نمیاد. آقا ممکنه شما یادتان نباشه، ولی آقا دروغ چرا تا قبل ما پنداری همین الان جلوی چشم مانه. همان موقع یک نگاهی به آقا کرد که ما زهلمانو باختیم. همانجا به خودمون گفتیم یا مرتضی علی، آقا را از شر انگلیسی حفظ کن. ما هر کاری که در راه وطن کردیم وظیفمون بود، از عواقبش هم نترسیدیم. شما فکر میکنین من نمیدونستم که مبارزه با انگلیسا یعنی چی؟ فکر میکنید من غافل بودم؟ نمیدونستم جلوی ترقی منو میگیرن؟ چرا؟ میدونستم پیه همه جور ذلت و بدبختی رو به تن خودم مالیدم و مبارزه کردم. حالا چقدر واسطه تراشیدند، چقدر آدم فرستادند بمونه، تهدید کردند، تطمیع کردند. خاطرم میاد آخرین مأموریتم در مشهد طرفای غروب بود، داشتم میرفتم منزل، شاید این قاسم هم همرام بود. بله آقا ما بودیم. بله هم همینطوری که داشتیم میرفتیم یه مرتبه دیدم یک هندی مانندی مثل سایه داره دنبال من میاد. هیچ اعتنا نکردم. بعد اول شب بود، منزل بودم، در زدند، مسترم رفت دم در. خود ما بودیم. بله قاسم رفت دم در. بله ما بودیم. برگشت گفت آقا یک هندی آمده میگه من زوارم، پیش آمده بدی برام کرده، میخوام چند کلمه با آقا صحبت کنم. فوراً شستم خبردار شد که یکی از عیادی هموناست. رفتم پشت در، به جان لیلی فریاد زدم به این آدم بگید مگه نعش منه ببینه. ماشالله آقا دل شیر دارن. حتی حاضر نشدم یک کلمه باهاش صحبت کنم. مگه نقاسم؟ بله ما خوب خاطرمان هست. تا آقا اینو فرمودن همچی در روش بستیم که عمامش سه زر پرد شد رو زمین. حیف شما نبودین ببینی آقا چه بد و بیراها به هندیه میگفتن. نمیدانین چقدر خفتشان دادن. با این خفت جوابش کردم، گفتم برو بربابت بگو فلانی فروشی نیست. هندیه میخواست یه چیزی به آقا بگه که آقا امانش ندادن. دستور دادم ما در روشان ببندیم. یارو هندیه یک نگاهی به ما کرد و رفت که ما پشتمان لرزید. چشماش وسط روی سیاهش مثل چشمای گربه بود. همانجا به خودمان گفتیم یا مرتضی علی، آقا رو خودتان از شر انگلیسی ها حفظ کن. قاسم. بله کافیه. در عوض شما امروز سربلند را میرین، یه خانواده‌ای به شما افتخار میکنه. میگم حالا چطوره یه تخته‌ای با هم بزنیم؟ عالیه قاسم، بدو اون تخته رو بردا بیا. چشم آقا. اگه این خانواده افتخار و آبرویی داره نباید بذاره لکه ننگ روش بشینه. الان یکی از افراد این خانواده تو خونه یه چاقوکش قصابه، هیچکی هم به فکرش نیست. آقای دوستعلی خان بس دیگه خجالت بکشین، اینقدر به برادر من نیش و کنایه نزنید. اون بیچاره از ترس شما به قصاب پناه برده. اگه دلتون برای زن قصاب شور میزنه اون یه حرف دیگه. مرده شور دلشو ببره که شور نزنه. اگه یک دفعه دیگه پشت سر نو عموی من مزخرف بگه دندونش میریزم توی دهنش. من با اسدالله حرف زدم، طفلک ناراحته که زن و بچه شیرعلی رو بی سرپرست بذاره. بکن بابا شیرعلی که بچه نداره. خب زنش هم مثل بچه میمونه. اسدالله آدم خیلی حساسیه. میخوام 70 سال حساس نباشه. باره بابا تو هم دوست داری وایسا کارت دارم. وایسا شما هم اینقدر سر سر دوست داری نداری. تمام باشه فضوله نکنه. آخه خوب نیست همیشه جلو دیگران کوچیکش میکنی. نمیتونم تحمل کنم به نوه عمویی من بی احترام میکنی. بخیه چیزی نگفت. خدایشو بخوای بیچاره حرف بدی. خانداداش
بنده میخوام از همه تقاضا کنم به میمنت رفع سوء تفاهم همگی شام تشریف بیارین منزل ما. به به، میخوام از اون شرابای 20 ساله به همتون بدم. به به، افتخار سرهنگ به شرابات. بالا غیرتا مواظب باشین با سر و صدای بلند نشه که همون یکیش برای هفت پشتمون کافیه.